سعید. گوشت سنگین شده؟ این همه صداد میزنم نمیشنفی؟ نشیدم آقا جون، صدام کردی. تو که باز داری نیمرو درست میکنی. چهار قدم میرفتی سر کوچه گوجه میگرفتی این املتش میکردی. وقت نمیشد دیگه برم گوجه بخرم. آقای مجلسی گفته صبح زود بیا خونم. اون که خودش دالنگه زور خوابه که. بهتر تا بیدارشه میگیرم میخوام. شما سیامک نمیذارید بخوابه؟ سیامک رو قاطی نکن. موبایلم. مراقب باش، مراقب اون بره موبایل. اینجا بود. گذاشتم زیر متکات پسرم. چرا؟ چرا گذاشتیم؟ بیا بشم بیزم. الو خوبی؟ نه من دفترم از پنج صبح هر روز. گفتم که این پروژه‌مو خیلی سخته. تو این خیابون این اولی است. حالا یه روز میریم نشونت میدم. نه اصلا دارم صابون نمیخورم، خونه وقت نکردم. میدونی که این پروژم خیلی دست پای منو گرفته. به خاطر همین باز داره برای کی چه خام میکنه؟ نمیتونم بیا. تو کار داداش بزرگتر دخالت نکن. پنج دقیقه از من بزرگتره آقا جون. حالا هرچی. باور کن نمیتونم بیام. نه ماشینم خراب شده آخه. آره همون صفره. ماشینای مدل بالا اینجوری هستند. خودتون دارین که. نه اونی که فروختم. تو عمرش دو شرخه نداشته ها. اونی که چه اتفاقی؟ بعد یا خوب؟ باشه کجا؟ الان کافیشا؟ باشه میام بیرون زنگ میزنم آدرس میگیرم. خدافظ. آقا جون این اگر ردیف بشه. بابا چی میگی تو داداش من؟ کاش چاخانم کنترل داشت، حداقل پولش زیاد میومد، رعایت میکردی. خودش عرضه این کارا رو نداره، حسودیش میشه. این مادر خدا بیامرزش، روح شادتن، اونم حسود بود. این پروژات هم میخوره تو دیوار، فقط بدنامیش بسد میبره. من رفتم دیرم شده. بابا ترسیدم آخه، یه بوقی، یه سوتی همینجوری میگه، یه فکری به قرار قلب من بکن. من معذرت میخوام در نزده اومدم بیرون، عذرخواهی میکنم. امری داشتیم بفرمین. نه من کاری نداشتم. نداشتیم. آقا این موقع روز با این حالتون اینجا یه دفعه تعجب کردن. داشتم رد می‌شدم، نفسم گرفت، گفتم یه دقیقه واسم. اشکالی داره؟ تو خونه خودم هم نمیتونم واسم. الان بهترین. خدا رو شکر پولو بدین بهترم. چهار ماه کرایه‌تون عقب افتاده. ببین چه سما کرایه. چه قشقره خیلی انداخته. اینو لطف کنین به پدر بگین. دستتون درد نکنه. بریم تشمری منزل آقای دکتر دیگه، استراحت کنیم بخوابیم. بله مثل اینکه شما به صورت خیلی خودجوش از همه چی خبر دارین. دیگه به هر حال دستون درد نکنه. سلام به آقای دکترتون برسون. بسیار خوبه. به نظرم دیگه بریم سر کار هممون ها. بله بریم. شما نمیرین؟ نه خیر من اینجا راحتم. شما بفرم. بفرمایید دیگه. من مزاحمتون شدم ببخشید. خانم بله. سفارشتون رو میفرمایید؟ خیلی ممنون، منتظر کسی هم. سلام مادر، چی میل دارید؟ اولا مادر نه و خانم. دوما یه دونه از اونا میخوام که برای اون خانم آقا بردی. در زم چراغم روشن کنین، آدم تو این تاریکی دلش میگیره. نگران پول برقشین؟ دو تا گلاس میندازین تو بستنی کلی از مردم پول میگیرین. خب یه چراغ روشن کنین آدم بفهمه چی داره میخوره. چشم. نوشین ببخشید. همه قول و قرارات همین جوریه دیگه. من تا حالا کی دیر اومدم سر قرار؟ همیشه. تا آخر این پروژه کوفتی سکته نزنم خوبه. خیلی وقت اومدی؟ یه نگاه به ساعتت بکن. آره حق داری، خیلی ترافیک بود. نوشین اونجا نگاه، کیه؟ کافی شاپ چقدر طرفدار پیدا کرده.
چی میخوری؟ هر چی خود دوست داشتی. چی میل داری؟ دو تا اسپرسو و یک کیک شکلاتی لطفا. الو آقای محترم، من گفتم دو سه ساعت میرم بیرون، بعد برمیگردم میام، شما هر سوالی داشتی بپرس. فهمیدی؟ برای چی الان زنگ زدی؟ ببخشید. بفرمایید چه سوالی داری؟ نه نمیتونم، الان تایم کاریم نیست. آخه اجازه هم بدم شما میدونم چه سوالی میخوای بپرسی. خیلی خوب، بفرمایید. استخر سونا طبقه 22ه، این 100 بار مگه نقشه نیست جلو دستتون؟ الان نگران چی هستی؟ شما نگران این که از بیرون از طبقه 22 استخر سونا معلوم نشه؟ آخه این حرف من میزنی بگه شما میخوایی وایدو برداری؟ ببین تا دو ساعت دیگه حق نداری من زنگ بزنی. ببخشید میشه صدام بلند داره؟ نه خواهش ما بلند قد هرس نخور. آخه نمیفهمه. اون برم همین جوریه؟ اون برم با ایران خیلی فرق داره نوشی. همش یه حساب کتاب داره. یه چیزی میگم شاید باور نکنی. من مثل همین پروژه اون بر داشتم کار میکردم. توی تایمای خارج از کار یک بار صدای سرکارگر رو نشنیدم. تو فقط ببین این دفعه دهمش امروز زنگ زده. حالا کم کم عادت میکنه. آره ببینیم یه جای دیگه. مثل این سلام نی. آهان. ببین من یه چیزی میخواستم بهت بگم. ولی نمیدونم چجوری بگم. راستش یه ذره خجالت میکشم. چقدر منو دوست داری؟ چه واقعا داری میگی؟ آره جدی دارم حرف میزنم، یعنی به خاطر من چقدر حاضری از خود گذشتگی کنی؟ چه سوالی میپرسی؟ داری شوخی میکنی یا؟ سیامک دارم جدی حرف میزنم. خب جدی که آخه چیزی نمیگی که من بفهم جدیه. خب بگو. من خودم یه ذره حالم خوب نیستش. دیشب تا حالا که این خبر شنیدم یه ذره شوکه شدم. چه خبری؟ بابام دیشب زنگ زد گفت داره تا چند روز دیگه میره کانادا. طبیعی اون همیشه مسافرت میده به سلامت. اگر یه موقع کاری داشت دیوید دوست بابا اونجاست. به اتفاق مامانم، عمم، برادرم و من. چی؟ نگفته بودی؟ آه فهمیدم. یعنی برای تعطیلات عید داری میری مسافرت رو برگردی ها؟ خدایا برای تعطیلات عید دیگه. برای همیشه است. یعنی چی نمیشه؟ نمیشه نداری؟ آقا هرکی ندونه تو که میدونی من شیشتونگ صدام کامله. بله چی؟ اجازه کنسرت نمیدم. مگه اونایی که میخونن ما اونا چه فرق میکنیم؟ اولا اونا خیلی حرفه‌ای تر از ما که میخونن. آقا جون از خداشونم بد باشه که یه دکتر با کمالاتی مثل من آوازم میخونه، هنرمنده. بله آقا الان من کار دارم، اجازه بده تو فرصت مناسب به زنگ میزنم. باش خدا حافظ. چی شد؟ بدبخ شدی. چی شده؟ بدبخ شدی. آقا سلام چی شده؟ ببینم طوری نش میگم که من واسه چی تو رو بردم تو خونه و زندگی و محل کسبم؟ واسه چی آتش گرفته خونه؟ خونه آتش گرفته. آتش چیه؟ باش اینجا ببینم. آقا من بگین چی شده؟ اینجا باش اینجا بهت میگم چی شده. چی شده آخه؟ آخه چی شده جای دوباره آتش گرفته؟ بله آتش گرفته شد. خب شکلی نه کسی چیز کرده، شکایتی چیزی کرده. آقا به من بگین این چیه؟ عکسشونه دیگه. خب میدونم عکس منه، چه اشکالی داره؟ آتش گرفته. خب چی آتش گرفته مرد حسابی؟ مگه نمیبینی با اون چشات؟ این عکس مال زمانیه که من هنوز مو نکاشته بودم. از چی گذاشتی این اینجا؟ آبرو منو میخوای ببری؟ آقا برای این منو بیدار کردی؟ آقا خب برای این من آقا خب من خاطره بد دارم از آتش سوزی. اینجوری منو بیدار نکن دیگه بابا. سعید. بله آقا. آقا جون کاراتو بکن، میخوایم بریم کار داریم. کجا؟ ای بابا یه نوک پا میریم کلینیک، یه ساعت من کار واجب دارم برات میگردونم بجام. آقا شما که گفتین امروز همش خونه کار داریم. یه خبر خوشم وسط دارم راستی. چی هست؟ تو که میدونی من خبر خوش علکی بهت نمیدم، شرط داره. باشه من میرم ماشین روشن میکنم، فقط شما به من بگین خانوادهتون بالاخره تشریف میارن یا شما تشریف میارین اون برا. شما کارت نباشه. راستی این ساعت من کجاست؟ ندیدم. ساعت خدا بگم چی کارت نکنه سیامک. چند سال پیش که بابام بازنشست شد به اصرار یکی از دوستاش اقدام که برای رفتن به کانادا، تا اینکه بیزینس جدیدش رو شروع کرد اصلا بی خیال شد.
یه دفعه چند روز پیش زنگ زد گفتش که می‌خوام بریم کانادا. من اصلا نمی‌دونم بابام چجوری این تصمیم می‌گرفت. اون یه پیرهن می‌خواد بخره 8 تا قیمت می‌کنه. نمی‌دونم چه اتفاقی براش افتاد. شانس منه. تو می‌خوای چیکار کنی؟ نمی‌دونم. اگه اونا بخوام برن کانادا من که نمی‌تونم بگم نمیام. تو می‌خوای چیکار کنی؟ من باید چیکار کنم؟ چیکار می‌تونم بکنم؟ تو این جور شرایط معمولاً چیکار می‌کنم؟ قبل رفتن قبل اینکه بیان تهران ما بخوایم بریم کانادا شوخی میکنی؟ یعنی یعنی تو همین چند روزه بیام خواستگاری آفرین خودت گفتی من اصلا آمادگی چه ندارم چه حرفی داری میزنی یعنی چی؟ مشکلت چیه؟ خیلی خیلی نوشین من نمیدونم واقعا نمیفهمی یعنی ببین الان من 7-8 تا برج بلنده بعد اینا رو تموم کنم اونو مرد رو گفتم پرت کنم پایین نه که اونو پرت کنم یعنی اون پروژه رو بعد تموم کنم بعد از اون گذشته من یه پدر پیری دارم که بعد عصای دستش باشم میدونی بعد یه سری مشکلات شخصی که اینا رو همه رو حل کنم یعنی بعد من میدونستم که من پیش گفتم سریع‌تر اینو بذار برو که من مشکلاتمو خیلی ممنون الو میتونم حل کنم شما این خواهد من میتونستم ماه پیشی کنم سلام به رو ماهت نه ما خونه نیستی با نوشین اومدیم کافی شاپ میخواست باز دوستاش خداحافظی کنه شما تو رو میگه چی؟ خونه بابا رو فروختی؟ خونه خودتون رو فروختی؟ شما میتونی یک کاری بکنی؟ یعنی چی؟ اون خونه بوی بابا رو میده خیلی خب بازسازی کرده باشین بوی بابا که با این چیزا بین نمیره که حالا چند فروختی؟ چی؟ 2200؟ بابا سه ماه پیش همسایه بغل دستی 2700 فروخت چرا آتیش به مال میزنی؟ مگه پول علف خرس آخه؟ چی؟ من نمیدونم تو خراب شده چه خبره که تو داری خودتو بدبخت میکنی؟ نوشی بابات بدبخت موگت آوارم کرد خاله داشت من که از حرفا چیزی سر در نمیارم یه تهیده ببینم چیه تو داری اینجا شوخی میکنی خداحافظ ای بای آلم بده دلیل این کار که کیک شکلاتی بیار با دوتا شربت سکنجی میکنم بینیم بینیم میخوام میخواستی من در امتحان کنیم به دادم برسی میخواستی من در امتحان کنیم دیگرم بس یه امیدی هستی بس میمونیم عمه زندی سلام عرض شد مگه من مردم بفرمایید سلام مهندس مگه تو به داده من برسی ای وای ای خدا سعید ای بابا معلوم از کدوم گورستونی هستی تو چقدر فس فس میکنی بجون بابا دیر شد ای بابا ببخشید آقا خبره چیه بزنم خبر صبر داشته باش چقدر تو عجولی هپلی ولی نوشین جان یه موقع یه کارای بدی میکنی من شرمنده میشم بعد شما میگفتی که عمه جان اینجا هستم من نشناختم عمه جون ببخشید من قبلا گفته بودم شما گوش نکردید بله ولی عمه جون فکر نکنید یه موقع عمدی بوده اختیاری حرفا چه شما ماشین دارین آقای مهندس من انواع اقسام ماشینای مختلفو دارم متعلق به خودتونه ولی تو طول روز پشت فرمون نمیشینه سم میبرم پس ما آقای مهندس میرسونیم بفرمایید نه من یه تاکسی میگیرم نمیشه بفرمایید نه ابدا من نه گفتم طول روز نمیشینم میشه یه ذره یواشتر بریم من به عمه زندی یه چیزی بگم بعد هر چی خواستی تون برو بله بفرمایید جناب مهندس بفرمایید میگم عمه زندی اگه من بدونم که آقای زندی با ازدواج من نوشی موافقت میکنه همه زندگیمو ول میکنم یعنی تمام پروژه‌امو میخوابونم مثلا ملکامو همه رو میفروشم و آماده ازدواج میشم حتی یه سری زمینای بایر دارم که اونا رو میدم به ایتام ببین من که الان موزه بابام نسبت به تو رو که نمیدونم تو اول باید بیای خواستگاری من ببینم بعدشون چی میگه آخه یه چیزی میگه نوشین جان چون درستم میگی ولی واقعا یک هفته فرصت خیلی کمیه چرا مهندس راست میگه نوشین جان من انقدر باشه بالاخره باباتم شاید بخواد تحقیق کنه راجبه جناب مهندس تبا تحقیق کنه در مورد شما جناب مهندس یا نه همه جون چه تحقیق مهم شناخته که من از یه من شناخته کافی دارم دیگه تحقیق برای چی؟ سلام بابا خیلی خوش آمدی بشکر اینجا محل کاره یا روزنامه خونده بس بابا
پسری که به تو گواهی نامه داد ببینم. کار دارم باش. چیه قشنگه ها؟ بله قشنگه. شما هم اومدین برای همین سر صورت؟ بله بندم عمل سر صورت میکنم. من دکتر مجلسی هستم، صاحب این تشکیلات. آی دکتر اگه ما عمل کنیم واقعا این شکلی میشیم؟ این شکلی شاید از این بهترم بشی. ببین یا شبیه این میشی یا این، کدومشو دوست داری؟ شوخی میکنی آقای دکتر؟ از این شب بهترم بشی حتی. واقعا من این شکلی میشم؟ با تکنولوژی الان و دستگاه و تشکیلاتی که ما داریم میگم از اینم بهتر میشی. از اینم بله، گونه واسط میذارم، چونتم میذارم و چشاتم لنز میذارم، جمجمتم که خوبه، از این بهتر در میای. خب باشه، فقط اگه میشه موهای سر من دست نزنی، همین تیره بمونه. میخوام این حالت صورتم شرقی همینجوری حفظ بشه. خب به اون من کاری ندارم، اصلا به اون دست نمیزنم. همینا که گفتم، لنز وسط میذارم. بله بله. گونه میذارم، چونه میذارم، پوستم میکشم، میشه عالی‌تر از این، بهتر از این قلبت میدم در میای. آره کی وقت بهم میدی؟ وقت خب ببینم، شما فکر مخارجشو کردی؟ مخارج بالاست ها. آبا اصلا فکر خرجش نکن. من بیشتر از این پولا خرج کردم. میدونی چرا؟ برای خواستگاری گل خریدم، پول دادم، شیرینی، پول آژانس، انقدر رفتم خواستگاری پول خرج کردم، خدا میدونه. فقط برای مهم نیست پولش. فقط بگی کی من وقتمه. عرض کنم خدمتت که وقت شما میفته واسه بله آخر تابستون، اوایل مهر میشه. آقای دکتر خیلی دیره، من به خیلی ها قول دادم. ببین همین عید مگه افتتاحیه شما نیست؟ قربونت برم، من تازه واسه خیلی پارتی بازی کردم، گفتم اول مهر. وقت ما پره پره، اصلا وقتی نداری. هیچ را نداره. ببین تو که یه عمر اینجوری سر کردی با این قیافه، این سمام روش دیگه عزیز من. چه فرق میکنه واسه تو؟ باشه بس مجبورم. ببخشید یکی این عکس، این عکس رو به من بدید. من میخوام بذارم تو پیج اینترنتم. اون مال تو. دستت درد نکنه. آقا جون. سعید جان. ایشونو برده ببرش پیش خانم منشی، واسه تشکیل پرونده بده ببینیم چه کار واسهش میکنه. آه بله بله. رفت من هستم قربان. برو ببینم. بله بله. قربان خیلی خوشم. خواهش میکنم. بفرمایید. برو بفرمایید. اونجا بفرمایید. سلام. حال شما خوب است؟ چی متقاضی هستن خانم؟ آها، اون وقت قبل از عمل یا بعد از عمل؟ خانم، عمل زیبایی درسته 1% خطا داره، ولی دیگه نه اینقدر هر عملی باعث بشه که بعدش دوباره عمل بشه، نه؟ بله ببخش. الو. الو مامان جان. هر چی قرار خواستگاری داریم ما تا آخر شهریور ماه کنسلش کن. شو نمی‌دونم بگو رفته، می‌خواد درس تموم کنه. همچین چیزایی. خانم برای ایشون تشکیل پرداخت. باشه. آره. آره حالا این یکی گوش کن. نیم ساعت پیش بود که دیدم دکتر صادقی. آره ماسکو زده بود آقا، دستکشارم تا بالای آرنج تا روی بازو کشته بود بالا، ولی ناراحت. گفتم خیر انشالله عمل داری دکتر؟ گفت نه، گوشیم افتاده تو دستشویی. دکتر مجلسی باید قیافش رو میدیدی. آره مجلسی ببخش. حالا من جلسه دارم، بعدم برای تعریف میکنم. قربونه خدا. اصلا نباشه، من کار داشتین از صبح گفته بودین. بله کار داشتم اونجا بودین. زنده باش. گفته بودین کلینیک برسیم بهم میگین. گفتم بله. بله. شما اخراج. چون؟ اخراج. دکتر مجلسی. همون که گفتم. یعنی آقا اگه به خاطر ساعت من پیدا میکنم تا عصر بزن قبولی که بیمارستان ساعت من خدمتتون تقدیم میکنم تا عصر پیداش میکنم. ساعت یکی از دلایلشه، به هزار یک دلیل دیگه. میدونی من زهر زندگیم دست تو تمام دست تو همه چی وقتی بعد این کارو بکنی چیکار کردن با دکتر کلینیک بر چی در افتادی دکتر صدری بله صدری دکتر خب من به دکتر دکتر صدری بهش میدم آقا تو چرا از یه حساب همش چک میدی به ما مگه همه بیمارات میریزن تو یه حساب پولو میگی تو چیکار داری فکر کن اسپانسر گرفتن برای درمان بیمار راست میگه راست میگه بله خب معلومه داره کلا میزنه سرتون دیگه معلومه داره نقد بگیره به ما چک میده من دلم میخواد تمام عالم و آدم سرم کلا بذارم به شما چه ربطی داره دکتر من معذرت یا از این حرفا گذشت از دکتر صدری برام استاد یه بزن ما بیرون اخراج
برو حسابداری حساب کتاب تو بکن از همون طرف هم دکتر دلیلش این نیست، یه چیز دیگه از شما من نمیگی. نه برو بینم تو بهت میگم برو یه چیز میگم. این کیه دیگه؟ وفایی اومد فرستادمش. من نمیدونم تو چرا انقدر از تحقیق میترسی. تو بیا قدم اولو بردار، بیا خواستگاری. شاید بابای من تمام برخورد اول از تو خوشش اومد، هیچ مشکلی هم نشد. شاید هم یه سری شرط شروط گذاشت. بابا یه چیزی باید بگم. ببین همه چی رو نمیشه گفت. چیو؟ از ما خجالت میکشی؟ خجالت نداره که. بفرم بله میزنم به گوشم شما. این بچه های من آهای گوش میگم شما با حرف بزنید. از درکتون ممنونم. از درک به موقعتون. نوشین. حالا که همه نمیشنوه ببین خیلی یه دفعه یه باور کن نمیتونم. اگه من میتونستم همون کاری که میگفتم بهت انجام میدادم. بعدم نمیرفتم سراغ خونه ساختن، حداقل پولامو جمع میکردم. ایوا داره خونه میسازه کجا جناب مهندس؟ همه جا فکر کنم خاموشه. نه روشنه. چرا اینم خوبه؟ حالا کجا میخوای خونه بسازی جناب مهندس؟ من سم اقدسیه. بله. خب الان کجا میری؟ میری سر پروژه یا میری خونه؟ الان یکم میدونی کلا حالتم عوض شد، چند شد. هم این شوکی که بهم وارد کردی، هم این شوکی که الان برای داری بهم وارد کردی. برم خونه برم. جناب مهندس خونه کجا هست؟ خونه همین با... بسن... صدای اون یه ذره خونه نه بذار چرا فرصت بس ببین اون کلا میشنم سیامن جان شما ببین کجا هست خونه؟ سامانیه. سامانیه؟ من همون فهمانیه رو دو قسمت کردم، اسم جدیدش. البته بگم پدر من لجبازی کرده اسم دیگه صدا میکنه. بگم همونه. منزل مال خودتونه؟ مال پدره. مال پدره. این مال پدره. سند شش دنگه. بله. من سامک اصلا دنبال مادیات نیستن. درست. نه بخواستم بدونم عرض و عیانش چطوره. من میدونم فقط بابا 200 متر پاگردش رو درست کرده. حالا داخلش چه دیگه خودم خیلی جاهاش از بچگی وقت نکنی ورزد نشده. آقای وفایی جانم شما نمیدونه آقای مجلسی چرا من اخراج کرده؟ آخه اخراجت کرد؟ بله صبحم بهم نگفت، خیلی امالش خوب بود، برو خودش نگفت. من نمیدونم واقعا. آها بابا ماجرای این صدریه دیگه. آره البته میگم من خیلی سعی کردم رگشو بزنم ولی نشد دیگه. دست شما درد نکنه خیلی. حالا ناراحت نباش جوون، چیزی نیست. ببین من تمام مزایا و حقوقت دادم، بیا امضا کن بده به من. نه فکر کنم این اشتباه، این پاداش، برگه پاداش. اشتباه نیست آقا جون، بد تایپ شده، اخراجه. این اصلا برگه پاداش نمیشه، 150,000 تومان پاداش. اشتباهه دیگه. چرا میخندی؟ اشتباهه. خنگه. نوشته 1,500,000. آقا 1,500,000 150,000 تومان اشتباهه. 1,500,000 بهت پاداش داده. بگی امضا کن. آخه البته نقش من خیلی مهم بود بگم. دست شما درد نکنه. نه نمیخوام. دست شما درد، خودکار رو میخوام بگیرم. دستتون رو نمیخوام ببوسم که ببخشی. امضا کن. خیلی لطف کرده. امضا کن که داری نون قلب مهربونت رو میخوری یا. بله. هیچ گلن این قلب خوبو نداره. خیلی ازش محرومه. خیلی ممنونم. آره. بفهم لطف کردین. در ضمن از آقای مجلسی هم تشکر کن. موفق باشی. آقای مجلسی آقا دست شما درد نکنه، چرا بهم نگفتی میخوایم بهم پاداش بدی؟ تو لوس نکن واسه من، بپر پشت فرمون بریم. آقا دست شما درد نکنه. خسته نباشی سعید جان. خسته نباشی. زنده باشی. بگو امشب حواسی چی کردم؟ حواسی چی کردی؟ حواسی یه کشکو بادیم جون مامان که با لبان بازی کنه. چشم. برو چشم. برو بری. چشم. همینجاست نگهدار. من همینجا رفع زحمت میکنم، پیاده میشم دیگه. تو رو خدا بذار برسونم تا تو پذیرایی. نه دیرتون میشه. منزل اینجاست؟ منزل نه اینجا منزل باباست. من از این منزلا نمیگیرم. این ببخشین این
اینی که این نوکر این نوکرمونه چاکرتونه. چه خونه بزرگی هم هست. قابل شما نداره. بفرمایید در خدمت باشین. مزاحم میشیم جناب محمد. خیلی ممنون. خدا حافظ. خواهش می‌کنم مرامی بفرمایید. قربان شما. خیلی ممنون. تشریف ببرید. خدا حافظ. خدا حافظ. می‌فرمایید. برو دیگه. خدا حافظ. الان میام برای توضیح میدم. خیلی مردی. خیلی مردی. همین الان کلی تعریفت بود. ببین کلی مشتری جور کردن برای دکترو. ببین اینا فامیلش از این دماغ مواقع چیزان یعنی میخوام بیان عمل کنن خیلی هم زیادن. نونتون تو روغنه. گفتم بیان. سیمک دیگه شورش داره وردی. دیگه از این برنامه پیاده کنی یا خودم میام لوت میدم آبروتو میبرم. خب بابا بیا گدا. خوبت گفتم. من گفتم آره. خب گفتم باشه. خب از صبح تره دکتر داره میگه ساعتم کو ساعتم کو. من گفتم اونجوری نگاه کردی یعنی بردار دیگه. خب بیا بده من شش. میگم رفتم تبلیغ دکتر رو کردم گفتم بابا خسته شدم. خسته شدی؟ خسته شدم. شدی که شدی. این به بعد خواستی خرقلال رو سرکیسه کنی رو من یکی حساب نکن. اولا سرکیسه نه و بیزنس. بعدم این خانم محترمی که شما دیدید قضیهش با خیلی فرق داره. آقا هر غلطی میکنی رو من یکی دکتر لباسای دکتر حساب نکن. صداتو الان نه برو. سعید چرا تو نمیفهمی؟ سعید من عاشق شدم. بیا موتور من برو. اگه دیر اومدم دیگه اصلا نمیام. نه بیا. نمیام میگم. اگه دیر شد دیگه میمونم هم دیگه. ما شام چیکار کنم؟ چی؟ شام چیکار کنم؟ هرچی بر مجلس روز کردی پنج درست کن. خیلی خوب بگیر. متاسفم دخترم. متاسف. میدونی چیه وزارت بهداشت بابا جلو کار گرفته. میگه که دستگاه باید بومی باشه که با دماغای اینجا سازگاری داشته باشه. چه میدونم؟ آخه رقبان بیکار نشستن، سنگر میندازن. آخه نون خیلی ها این روزا تو دماغ دخترم. آره تازه میخواستم نصفشم وام بگیرم. آره دیگه، ولی وام به کسی نمیدن، به هیچ کی وام نمیدن. گوش کن ببین چی میگم. مطب آماده میشه تا روزی که شما مادرت برسونید خودتونو. مطب آماده است. بعد فقط یه فکری به حال قیافه تکراری مادرت بکن. آره چی پشت داره میده؟ مگه رو آیفونه؟ اوه 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 بگو باشه بیاد با فتوشاپ درستش میکنیم. باشه خیلی خوب. باشه باشه خودم باش صحبت میکنم. باشه قربانت. خداحافظ. آقا ساعتتون پیدا شده. گفتم همین گوشه کنار راست بله تو جیب شلوارتون بود. اینه من رو میزم گذاشته بودم. چطور؟ عجیب برای منم عجیب بود نمیدونم. حالا باید تو جیب شلوار. ولش کن معلومانی نداره. آقا جم بل. کاری باید داشتم. میپری میری در اون آژانس هواپیماییه بود یارو گنده. آقای موینی. موینی باری کرد. میری پیش اون میگی یه دونه بلیت توکیو واسه من صادر کنه. برگشتشم چی؟ اوپن باشه. آقا شما الان به خانم بچه هاتون گفتین نمیرسین برین. ببینم تو هنوز من نشناختی. بابا داشتم شوخی میکردم باشم. شوخی ها. تو نمیدونی من شوخم. بله خب اگه میخواین تو جشن فارغ التحصیلی دخترتون شرکت کنم بهشون میگفتین خوشحال میشن. آقا جون میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام وقتی مینا و مادرش جلو یارو عکاسه است. پوز گرفتن و جست گرفتن جلو دوربین عکاسه. منم از عقب برم پشت سرشون وایسم اینجوری. اینجوری نگاه کنم. یه چشی تو دور بیا خوبه شنگ نگاهشون کنه. خدمت شایی خدمت من برو جدی کجا بودی؟ آقا خوش برخورد مهندس خیلی پسر خوبی بود. باید خونه شون رو ببینیم و بزبوش برمونه برم من مجز بدم. چه خونه زندگی؟ نه تو که نرفتی. ولی خب از بیرون معلوم بود وضعشون توپه توپه. تازه خونه بابا هست. خیلی خوب خیلی خوب. خلاصه بهتون بگم این بچه‌م بختش به خودم رفته. خیلی بختش بلنده. بابا سیش برم. مگه که شما بخواید با دست خودتون بدبختش کنید؟ ای بابا مردشو رو خارج رو ببرن. هی خارج خارج چه خده ندید بدیدید شما ها؟ سرنوشت بچه مهمتر یا خارج؟ ها؟ شما نمیخواد آقا منو چرا به من بشناسونی؟ داداش خودم میشناسمش. اما تو هم باید زن باشی، زنیت داشته باشی. تو مثلا زن قدیم هستی، باید از پس این کارا بر بیای.
رگ خواب دست، بله باید رگ خواب شوهر دستت باشه. من بابام بدون اجازه مادرم موزه آبم نمیخورد. یه کاری کن بیلتو یه ما بندازه عقب. آره ببین آدم خواستگار خوب و چی جواب نمیکنه. سلام بری دست دردت چی هست؟ کشکه بادم جون. سعید چرا اینجوری میکنی؟ چرا خوبه که؟ چه اخلاقی تو داری؟ همه کارات برعکسه. بابا یاره مجلسی این همه گوشت و مرغ اینه تو فریزر داره کشک بادمجون درست میکنی؟ دکتر خودش عوض کرده بود. دکتر برای چی باید عوض کنه؟ آقا این باید دکتر عوض کرد. شما برای ما یه چیز دیگه درست کن، هر جمعه رو سوا کن، دست درد نکنه. خب باشه اگرم که قبول نکرد یه کار دیگه بکن. غذا فده سر اون کافشن چرمی هستم نشکی. خیلی رو داری. باشه اگه اونم قبول نکرد این حرفش گوش بده چون اون بزرگتره. بگیر بعد میندازت بیرون. همین کشک بادمجون هم نداریم. چی آخه کشک بادمجان شد قضا؟ قر نزن خدا رو شکر کن. خدا خفت کنه با این قضا درست کردن. آخه چی هستش اصلا؟ اسمش چی هست؟ کشک بادمجونه. میدونم این کشک بادمجونه توه. یه دونه دختره؟ یه دونه دختر که هست هیچ. خواهرم نداره ولی یه داداش داره اینقدر من بلندتر. هر سوالی داری همون بپرس. خب بهتر. از قدیم گفتن جیان ماشین نمیشه، باجناق فامیل. مثلا این باجن آقای گردن کلفت لندهون من چه گلی به سر ما زدن؟ هیچی. تو مراسم ختم مادر خدا بیامرزت اومدن خوردن و بردن و رفتن، پشت سرشونم نگاه نکردن. باجن آقا هر چیزیش تقلبیه. بفرما کامیوناش هم تقلبی از آب در اومده. اسمش باجن آقا نیست، تو ایران بهش میگم باجن آقا. اون کامیون آقا خب دیگه دست به یکی کردین حرف عوض کنین. من دارم دختره میگم. نه دیگه گفتن نداره عزیز من. من موافقم. شما برو جلو، خودم پشتتم. با چی موافقین؟ شما اصلا شنیدین چی گفت؟ گفت به دختره دروغ میخواد بگه. شما شنیدی چی گفت؟ گفت دختره پولداره. تازه مگه چه ایرادی داره که آدم به همسر آیندهش تو زندگی امید بده؟ آقا چون داره به دختره دروغ میگه، شما هم دارین ازش حمایت میکنین. بعضی وقتا آدم واسه رسیدن به یه هدف بزرگ باید از خیلی چیزا چشم پوشی کنه پسر جان. این تجربه 60-70 سال زندگی ها که من همینجوری دارم در اختیارت میذارم. قربون دهنت. خوب گفتی. خوردی؟ بعضی وقتا از بعضی حرفا خوب میخوری. بیا الان میخوری. بیا بلکن. نونه بعد واسه آقات؟ تو تو این خونه چیکار میکنی؟ میشه وزشه؟ آقا جون من میگم آدم باید با شریک زندگیش از روز اول صادق باشه. صحبت یه عمر زندگیه، صحبت یه روز دو روز نیست. آقا زیامن دوباره واسه من معلم شو. تو چه عده این پسر خاله اسکرینا رو در میاری؟ به خانواده مادریش رفته دیگه. یه مش بی ارزه حالو که همیشه خودم هفتشون گروه هشتشونه. اصلا عجیبه که شما دوتا دوقلو هستین. آقا جون حالا من بهتون بگم، بازم به میخندین، فکر کنید من دارم الکی میگم. بابا وقتی من به دنیا اومدم یادمه. اصلا داشتم زجه میزدم، گریه میکردم، هیچکی نمیفهمید دیگه، نمیتونم حرف بزنم که. بابا من اصلا تو مدت تنها بودم وقتی داشتم به دنیا میومدم. بعد اومدم به دنیا یکی جلوی آقا اینا همراهت بوده. آخه شما همه این چیزا یادته؟ حالا تا حدودش که به هر حال یادم هست. من اینو ندیدم. به هر حال بعیدم نیست. وقتی مادر خدا بیامرزت حامله بودا هیچ دکتری به ما نگفت که این خانم دوقلو حامل است. من فکر میکنم وقتی که من تو بیمارستان بودم نی همچین سر و وضعم خوب بود، فکر کردن پول دارم، اینم که سر و راه افتاده گفتن بدیمش به این بگیم که زنه دوقلو زایده. بی ظرفیت. کجا سعید؟ بابا داشتم شوخی میکردم. این ترش رویشم به نمک رفته. میدونم آقا یادمه. سعید ببین، به جون سیامک، به جون خودم، من این داداشم دوست دارم، یعنی هیچی کم نمیذارم برای به جون هایی بگیرم. این ناراحت میشه، قاطی میکنم. آقا جون ولی جدی میگم، شمارم این پدر خودم، این آقا جون دوستتون دارم. دهنه تو ببن شرط پرت میگی. خودت میگی بیزرگیت. خودت بیزرگیت.
یک از یک بدترین. آخه دلم نمیخواد از این خونه بریم، همه خاطره هامون تو این خونه است. یه تو روزی که دانشگاه قبول شدم. آره عزیزم، آره سر همین کوچه با سیامک تصادف کردم دیگه. قسمت همینه دیگه، منم اگه اون جوونیام رو پشتمون چادر شب دستم نمیافتاد هیچ وقت با اون خدا بیامرز آشنا نمیشدم. همون روز اومد خواستگاریتون؟ نه بابا، اون روز که نه، 4-5 ماه بعد از که گچ گردنش رو باز کرد اومد. اما چی بگم، خیلی زود از دستم رفت. آخه چی شد فوت کردن؟ خیلی ساده، داشت بند کفشش رو پشت ماشین میبست، میخواستیم بریم مهمونی، من سوار ماشین شدم، نمیدونم دستم به جایی خود چی شد، یه دفعه دیدم ماشین حرکت کرد، گفتم کمک، دم به یه چیزی خورد. نگو لاستیکا از روش رد شد و مرد. چه روزگاری، خیلی مرد با ارزشی بود. میگم نوشین، این یارو ارزششو داره که تو بابا در بیفتی؟ عمه جون بچه شده با من باش دیگه. آره من که با تو هم قربونت برم، ولی من آخه میخوام اینو بهت بگم، عشق یه ما دو ماه اوله، بعدش تو زندگی هزار تا پیچ و خمه، هزار تا مسئله پیش میاد. میخوام بدونم این پسر چی جور آدمیه. ببینم راستی ماشین مال خودش بود. شما اصلا برات مادیات مهم نیستا؟ آره معلوم، ولی یه چیزی که تو سیامک من خیلی دوست دارم اینه که خیلی متواضع و خاکی. ببین با توجه به این ثروتی که داره واقعا خیلی خاکی رفتار میکنه. اصلا حالا نگاه نکنه ذره خلوزه ها، ولی یه جور عجیبیه، دوست داشتنیه. مثلا اون روزی که من با افسر باش تصادف کردم، به افسر میگم نه این خانم مقصر نیست، نه این خانم مقصر نیست، اصلا من همینجوری موندم. خب رضایت داده که رضایت تو رو جلب کنه، قربونت برم. آره منم از همینش خوشم اومد، از روز اول قصدش ازدواج. ولی من خیلی تو فکرم، میخوام ببینم این بابای تو چه اتفاقی افتاده که یه هفته ای تمام مال و زندگی رو آتیش زده میخواد بره اونور. میخوام ببینم چی شده، دردش چیه. من فکر کنم به خاطر این کار جدیدش. کدوم کارش؟ همین کامیوناتی که بابا همه جا میگن، همه روزنامه ها نوشتن، مگه نشنیدی؟ نه. بذار برم برات بیارم روزنامه شو ببین. برو. چطور نشنیدی؟ من اینو نمیفهمم آقا جون، شما چرا دارین تو این کله برداری شراکت میکنین؟ من این نمیره تو کتم. ای بابا بس کن دیگه سعیده، دیگه داری توهین میکنی. یا توهین میکنم؟ تو مهندسی؟ تو پول داری؟ تو خونت فرمانی هست؟ تو چرا اینقدر ول میزنی وقتی حرف میزنی؟ مگه مهندس کیه؟ مهندس یه کسیه که کار فنی بلده. سیامک جان من تراشکاره، آدم پولدار کسیه که سرمایه داره، و سرمایه پسر گل منم قیافه و سرزبونشه دیگه، میمونه یه فرمانیه. خب اینجام که یه روز فرمانیه بوده، حالا اگر شهر گسترش پیدا کرده و چسبیده با نککو، گناه ما چیه؟ من سردم میرم بخوابم. میبین آقا جون، همیشه وقتی کم میاره میدون فرمانیه رو خالی میکنه میره. آقا جون. جانم. میگم قرار خواستگاری بذارم؟ بله بذار، فقط یه کچلوار شیک از این ایرشان واسه من بگیری، یا پدر داماد باید شیک باشه دیگه. آره حتما، با اینا رو نفتی بیا، یا خودم برای یه تیپ میزنم که حس کنی میریم ایرشان رو کنه. قربونت برم. کجا آتیش گرفته؟ نه نمیبینم. کافی چشتو باز کنی. کجاست؟ خیابون دقت کنی من اینجا. کجا آتیش گرفته؟ نمیدونم. چی شده؟ نمیدونم، اومد اینجا رفت بود. تکو 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 داد بیرون. نمیدونم. من خواب بودم. این کارم داری؟ به خواب راحت باش داداش. داداش. هر دفعه اینجوری صدا میکنی تن ملرم میلرزه. میدونم برای این صدا میکنم. فکر کنم خوشت میاد. الان میخوای بگی هیچ خواسته ای ازت ندارم. من هیچ فقط ازت هیچ خواسته ای ندارم. بگو دیگه. بگو مگه غیر از اینی که از بچگی پشت در میآمدم، اگه بچهای مادر میگرفتم میزنند، من پشت در میآمدم اونا رو میگرفتم میزدم. بگو دیگه. بگردی تو همیشه پول میگرفتم از بابا میآمدم با تو تقسیم میکردم، هیچ وقتم نمیگرفتی، کش میرفتی. آره ولی من برای تو هم داداشی کردم هم برادری. میدونی چی میگم؟ زحمت کشیدم، من از تو بزرگترم. 5 دقیقه حالا هر چی بعد همین کاری که داری الانو یادت، من از اون تاسیساتی سفارش کردم، اینجوری شد که تو رفتی پات واس شد اونجا. بعدم آتش سوزی نمیخواستم بگم ولی
آتیش سوزی رو فراموش کرد. آقا آتیش سوزی کار من نبود. من 25 سال شریف رو من داریم این نگذاری. چرا 25 سال من دارم میگم کبریت دستم بود، کبریت رو نکشیدم. خودم... همه عالم آدم دیدن. کبریت دست من بود، هنوز روشن نشده بود. ببین خودم گردن گرفتم آقا. ولی باور کن جدی میگم، اگه من نبودم این آقا جون میومد میکشتت تا. سیاک من خواهش میکنم حرفتو بزن، من میخوام بگیرم بخوابم. کلید ماشین بزنم بغل. آقا امکان نداره. منم چیکاری نمیکنم. آقا من تو کلا برداری تو اصلا شریک نمیشم. سعید این دفعه خیلی فرق داره. سیاک محاله. محاله. خب خودم وایسه بدونم. محاله سیاک. ولی سویچو نمیدی؟ آقا سیاک ماشین مجلسی اصلا راه نداره. اصلا دست من نیست. از امروز تصمیم گرفته خودش رانندگی کنه. خیلی پرروی سعید. خیلی پرروی. ویش زبون نمیشه با تو سوال کرد. از اول من میگفتی دیگه. بس چی منو کشوندی اینجا؟